اما به دلیل محدودیت‌های ضد انسانی کمیته سرکوب اشرف و عدم دسترسی به بیمارستان و پزشک متخصص، بیماری او مستمراً تشدید و دچار خونریزی وسیع داخلی شد و به ناچار تحت عمل جراحی اورژانس قرار گرفت. کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری نوری مالکی و مسئول عراقی بیمارستان اشرف بارها اعزام وی به بغداد را لغو کردند. تنها 45 روز طول کشید تا بیمار را برای ویزیت متخصص اورولوژی به بیمارستانی در بغداد منتقل کنند. پزشکان متخصص اورولوژی با تشخیص تومور کلیه تأکید کرده بودند بیمار باید بدون تأخیر تحت رسیدگی های فوری قرار گیرد، اما بیش از 3 ماه کمیته سرکوب اشرف و مدیر بیمارستان با کارشکنی های مختلف مانع انتقال و بستری شدن او در بیمارستان شدند. در نهایت وی در اول دی ماه سال جاری با چند ماه تأخیر برای عمل جراحی منتقل شد و بلافاصله در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشک جراح بعد از مشاهده وضعیت داخلی بیمار گفت: به دلیل تأخیر در عمل جراحی تومور سرطانی تمام بدن را در بر گرفته و عمل جراحی بیفایده است. پزشک جراح طی نامه‌ای نوشت: تومور به علت دیرکرد در عمل جراحی گسترش یافته است.